اینجا جمع شدیم که از کمپین جمال را آزاد کنیم دفاع کنیم. این کمپین جمال را آزاد کنین الان امروز 31 در بیشتر کشورهای دنیا از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی فراخوان داده شده و همین و همچنین آکشن‌های تظاهرات‌های جلوی سفارتخانه‌های ژاپن برگزار میشه. جمال صابری، جلال امانزاده نوعی مدت 20 ساله که توی ژاپن فعال سیاسی و فعال حقوق بشره و از رژیم جمهوری اسلامی گریخته و از چنگ جمهوری اسلامی جان سالم به در برده و سال هاست که مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو توی ژاپن به پیش میبره. ما خواهم فری جمال ناو. We are asking Japanese government to free Jamal now. Down with Islamic regime of Iran. Down with Islamic regime of Iran. Shame on Japanese government. Shame on Japanese government. Shame on Japanese government for deportation of Jamal. Shame on Japanese government for deportation of Jamal. Deportation of Jamal must be stopped. Deportation of Jamal must stop. Free Jamal now! 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 Thank you. من ایرج رضایی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایران ایرانی در تورنتو هستم. می‌بینم یه کتاب گذاشتین، یه تیکت لاین گذاشتین یا امروز 31 مارس ممکنه توضیح بدید که منظورتون از این دمونستریشن از این تیکت لاین چی هستش؟ این پیکتلان به فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی توی اکثر کشورهای دنیا برگزار شده که ما توی کانادا توی تورنتو هم به این فراخوان جواب مثبت دادیم و آکسیون و کاغذ پیکتلانی و جلوی سفارت کنسولگری ژاپن توی تورنتو برگزار کردیم. ممکنه خواستهاتون بگین که برای ما که چه خواستهای مشخصی داریم؟ ما خواسته های مشخصمون در اولین وهله خواسته ما آزادی جمال صابری از زندان ژاپن هستش به علت ناراحتی قلبی و به علت اینکه 20 سال جمال فعال سیاسی و فعال حقوق بشر توی ژاپن هستش و از جهنم جمهوری اسلامی گریخته و به ژاپن پناهنده شده. اولین خواستمون آزادی جمال از زندان و دومین خواستمون قبولی کیس پناهندگی جمال هستش. و از سوم خواستتون احتمالا اینه که اون از زندان هر چیزی که آزادی شده بود. من خواستم از آزادی زندان از بازداشتگاه. همچنین ما با خبر شدیم که شما یه به اتفاق دو نفر دوستانتون با کنسول ژاپن تو تورنتو یک نشستی داشتید. ممکنه راجع به نشست یه مقدار برای ما توضیح بدید چی گذشت اون نشست و خواستاتون چی بود؟ البته این نشست توی چندین کشور برگزار شد. چندین کشور به خاطر همین کمپین جمال آزاد کنید توی چندین کشور با کنسولگری، با کنسول، با افراد که مسئول کنسولگری هستن و توی سفارتخانه های ژاپن هستن نشست هایی برگزار شد. ما در اینجا به همراه رفیق محمد کاظمی و دوست عزیزمون مهران محبوبی نشستی داشتیم با کنسول در از سرکنسول سفارت ژاپن توی تورنتو. توی این نشست ما خواستم معرفی در اصل توی این نشست ما جمال صابری رو معرفی کردیم که کی هستش و در اصل بعد از معرفی جمال به دادن آگاهی در مورد رژیم جمهوری اسلامی و اینکه انقلابی در ایران برپا شده و الان توی این موقعیت که بیشتر کشورها دارن بیشتر مردم توی کشورها نه دولت‌هاشون دارن از انقلاب مردم دفاع میکنن، دولت ژاپن با این سیاست اخراج پناهنده ها به ایران مخصوصا اخراج جمال صابری که فعال سیاسی در 20 سال دیگه در حضور بوده جون رو در خطر می‌ندازه و خواستمون رو در اصل مطرح کردیم بعد از معرفی جمال و در اصل توقع و خواستمون قاطعانه معرفی از دولت ژاپن خواستیم که جمال آزاد کنه و حق پناهندگیش رو به رسمیت بشناسه. شما فکر می‌کنید که کمپینتون تا کی ادامه خواهد داشت؟ ما این کمپین رو تا زمانی ادامه میدیم که جمال از زندان آزاد بشه. این کمپین هیچ موقع با نمیسته تا زمانی که ما به خواست کاملمون خواستمونه که آزادی جمال از تمام پناهندگان و رسمیت دادن به حق پناهندگی جمال هستش ادامه خواهد داشت. خیلی ممنون، متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم. مرسی.